نشست علمی روزانه آیت الله العظما سگ صادق حسینی شیرازی روز یکشنبه ششم صفر سال 1446 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین، ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظما شیرازی در رابطه با برخی از احکام عدالت برای امامت جماعت فرمودند: در باب نماز جماعت روایت خاص از معصوم علیه السلام وجود دارد که اگر انسان تصور می کرد که شخصی مسلمان و مؤمن و عادل است و پشت سر او نماز خواند، اما بعدا مشخص شد که آن امام جماعت عادل نبوده و یا مثلا حتی یهودی بوده است، به جهت دلیل خاص نماز او باطل نیست. معظم الله با تاکید بر اینکه عدالت حقیقتی یکسان در همه جاست فرمودند: این مطلب از روایات برداشت می شود و فقط مراتب عدالت ممکن است فرق داشته باشد. مثلا فردی عادل است اما شخص دیگری عادل تر از اوست، چرا که عدالت ملکه‌ای است که در همه افرادی که دارای این صفت هستند وجود دارد. ایشان همچنین با تاکید بر این که عدالت در امام جماعت، قضاوت و شاهد و در هر جا که عدالت شرط است حقیقتی یکسان است فرمودند: اما برخی از فقها از جمله صاحب حدائق معتقدند که عدالت در امامت جماعت با عدالت در قاضی و مرجع تقلید متفاوت است، که در این زمینه از برخی روایات استفاده نموده که این نظریه خلاف مشهور و خلاف ظاهر جمع بین روایات است. آیت الله العظما شیرازی با تأکید بر اینکه عدالت در برخی امور از جمله تشخیص بیماری ها که نیاز به مراجعه به پزشک و اهل خبره می باشد شرط نیست فرمودند: در چنین مواردی لازم نیست که فرد اهل خبره عادل، مؤمن و یا حتی مسلمان باشد، بلکه اهل خبره بودن و ثقه بودن کفایت می کند. مثلا در باب قبله در عروت الوثقی حتی اسلام را شرط نمی داند. با هم فرمایشات آیت الله العظما شیرازی را ببینیم و بشنویم. روایات عدالت را من در این چیزی که در باب تقلید از من چاپ شده در مسئله 22 عروه حاشیه، مسئله 22 تقلید عروه، اونجا من اول کل روایاتی عدالت را جمع کردم که ظاهرا بیش از 40 تا روایته و حسب این روایات فتاوای فقها در اینکه عدالت چیه محل خلافه. مشهور بین فقها اینه که عدالت ملکه است، اما خب اونجا قولی هست که نه، عدالت الاستقامت و علا جادت شرعه، لازم نی احراز بشه که این استقامت عن ملکت نهست، گفتن عدالت استقامت. روایات هم مختلفه، یه روایتش هم اینه که خوندید، یه روایتش هم اینه که ان تعرفوه بالستر والعفاف و کف البطن والفرج والید واللسان. تو اون محله هست، یه روایت داره که تو اون محلی که زندگی میکنه از اهل محل بپرسن از این بدی دیدید یا بدی ندیدید. بله، بله بله، به نتیجه اگر کسی مقلده ببینه مرجع تقلیدش میگه عدالت چیه، اگر کسی خودش مجتهده نظر خودشو ببینه چیه. این فرمایش مرحوم صاحب حدایقه که فرموده عدالت در اینا فرق میکنه، اگر نه مشهور خصوصا بین متأخرین این عدالت در امام جماعت، در شهود طلاق، در قاضی، در مرجع تقلید یکیه. مشهور اورور ببینید، مخالفش خیلی نادره تو متأخرین، شاید نباشه اصلا. فقط صاحب حدایق فرموده از روایات برداشت میشه که عدالت مراتب داره و اون فلان مرتبهش مال مرجع تقلیده، فلان مرتبهش مال امام جماعته، فلان مرتبهش مال قاضیه،
بلند مرتبهش مال شاهد طلاق و امثال این ها. نه ببینید ملک مراتب داره، مراتبش کافیه، مثل آدمی که کریمه، مثل آدمی که شجاعه. حضرت امیر صلوات الله علیه شجاع هستن، فلان شخص هم شجاعه، اما مراتبش فرق میکنه. یعنی وقت اقل مراتب ملکه کافیه دیگه.